درود بر شما. 12 شهریور ماه 1400 خورشیدی و 3 سپتامبر 2021 میلادی. 10 سپتامبر جمعه آینده روز جهانی پیشگیری از خودکشی است. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به خودکشی در ایران، کشوری که بیشترین شمار خودکشی زنان و کودکان رو در خاورمیانه داره و بالاترین میزان مرگ و میر کادر پزشکی رو در جهان. حبیب الله مسعودی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اعلام اینکه آمار مرگ بر اثر خودکشی در ایران به سالانه 41,000 نفر رسیده، گفت اگر تعداد خودکشی های منجر به مرگ را ضرب در 30 بکنید، آمار اقدام به خودکشی به دست می آید. یعنی 1,200,000 نفر هر سال در ایران خودکشی میکنن. این آماری است که معاون سازمان بهزیستی کشور میده، یعنی به نوعی آمار دولتی است که همیشه با آمار واقعی فاصله زیادی داره. ولی به هر حال این آمار امساله که اعلام شده، 30 تیر ماه 1400. این مقام بهزیستی با تاکید بر مشکلات اقتصادی و وجود 7 میلیون شاغل بدون امنیت شغلی و بیکار، یعنی 7 میلیون نفر که در شمار جمعیت شاغل کشورن ولی شغل ندارن و بیکارن، گفت آستانه تحمل ها پایین آمده و افراد بیشتر دست به خودکشی میزنند. حتی آنطور که شهرداری میگوید میزان زباله مردم هم کم شده به خاطر وضعیت بد اقتصادی. کف هرم خودکشی مشکلات اقتصادی و اختلالات روانی است. ببینید، این بحث اصولا بسیار مهمه. ما معمولا اینجور چیزا رو کم اهمیت میدیم یا اصلا اهمیت نمیدیم، حالا به دلیل سیاسی بودن همه چیز در زیر سیطره حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، یعنی یک قدرت سیاسی که با ایدئولوژی وارد صندوقخونه ذهن و خانه مردم شده، طبیعتا همه چیز سیاسی میشه. ولی واقعیت این است که از یک جامعه افسرده و ناامید نمی شود انتظار تغییر داشت. خودکشی به عنوان آسیبی که به راه پیشرفت جامعه و تغییر این وضع موجود ضربه می زنه باید بررسی بشه. خب نظام حاکم طبیعی است که بشه اهمیت نده، مثل حالا در درجات پایین تر منظورم یه مقدار اهمیتی مثلا میده، ولی شما ببینید چقدر مثلا به اعتیاد اهمیت میده نظام حاکم. چرا؟ چون نه خودکشی بهش ضربه میزنه لطمه میزنه، نه اعتیاد بهش لطمه میزنه. هی بسا اعتیاد کمک هم میکنه، تازه اعتیاد جوانان. وقتی خب حکومت اینجوری نگاه میکنه طبیعیست همه چیز سیاسی میشه. اما این مسئله اجتماعی مهم، عرض کردم که ما رو به جایی میبره که دیگه میبینیم اصلا نیروی تغییر دهنده جامعه در اقلیت مطلقه، یا معتاده یا در حال خودکشیه. انبوه خودکشی ها رو میشه قطعا یه جوری دسته بندی کرد. من اول به افزایش بی سابقه خودکشی کادر درمانی به ویژه در این دوره کرونا میپردازم، بعد موارد دیگر رو اشاره میکنم. رزیدنت یکی از بیمارستان های تهران برام نوشته دستیار پزشکی به پزشکی اطلاق می شود که پس از طی کردن دوره پزشک عمومی و طرح اجباری 2 ساله و پس از قبولی امتحان سالانه پذیرش دستیاری، وارد دوره 4 تا 5 ساله‌ای می شود که در این دوره طبق استاندارد آموزشی دنیا پزشک تحت آموزش های تخصصی قرار می گیرد و به اصطلاح متخصص پزشکی می شود که سالانه حدود 10
تا 14,000 نفر در این آزمون در ایران شرکت میکنند. سال 1400 حدود 12,000 نفر در آزمون دوره دستیاری شرکت کردند. طبق استاندارد جهانی پزشکان در دوره دستیاری فقط باید تحت آموزش باشند. در ایران دستیار پزشکی از همان اول به عنوان نیروی کار ارزان به عنوان پزشک در خط اول درمان قرار میگیرد و خبری از آموزش نیست. در ایران هیچ حقوقی برای دستیاران پزشکی تعریف نشده و آنچه پرداخت می شود کمک هزینه است که از 1,800,000 تومان تا 2,000,000 تومان بر اساس تأهل و تجرد شخص متغیر است و امسال با اعتراض های فراوان 45% افزایش و به مبلغ 2,600,000 تومان افزایش دادند. این وضع پزشکان خط مقدم کرونا است که به آنها مجاهدین سلامت می گویند. و تمام مسئولان در خواب نازند و فقط مصاحبه و پوز مبارزه با کرونا سر دادند. نیروی کار مفتی داشتند به نام دستیاران پزشکی 24 ساعته در اورژانس و آی سی یو و اتاق عمل در 2 سال درگیری کرونا. و نکته وحشتناکتر این که در هنگام شروع دوره دستیاری باید تعهدنامه‌ای پر کنند با 2 ضامن و در یکی از بندهای آن ذکر شده که اگر دستیار فوت کند به هر دلیلی باید ضامنین، یعنی اون 2 تا ضامن، خسارت به وزارت بهداشت را پرداخت کنن. خسارت هم باید بده، مثلا پولایی که گرفته. مثلا یعنی اگر دستیار حتی با کرونا هم فوت کند باید خسارت بدهد. دستیار صفحه اول مبارزه با کرونا که بیمه نیست، در حالی که دانشجوی حوزه علمیه و جامعه المصطفی بیمه است. ما که سربازان صفحه اول با کرونا بودیم مفت کار کردیم، نخوابیدیم. مسئولان با ماسک و پروتکل سخنرانی کردند. ما بودیم که ماها خانواده خود را ندیدیم که نکند آنها را آلوده کنیم و بعضا مثل خود بنده مادرم را از دست دادم ولی ندیدمش قبل از مرگ چون شیفت بودم. و خودکشی سریالی دستیاران همچنان ادامه دارد. 2 هفته قبل دستیار داخلی بیمارستان شهر کرد خودکشی کرد. خانم دکتر نجفی دستیار سال 3 داخلی، ضمناً دستیار رادیولوژی که قبلا خودکشی کرده بود، نفر دوم کنکور بود و نفر دوم آزمون دستیاری. علی نیکجو، متخصص روانپزشکی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، نوشته از خودکشی سریالی رزیدنت ها فاجعه دردناک است. سرمایه های ملی این مملکت یا رفتند یا در گوشه مچاله شدند یا با چنگ و دندان زندگی سخت‌تر از همیشه را تاب می آورند یا چنین تراژیک به زندگی خود خاتمه می دهند. مرگ این روزها دیگر کسب و کار ما نیست، خود زندگی ما شده است. استیصال. و دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اینکه شبها در بیمارستان‌های پایتخت اساتید حضور ندارند و فقط رزیدنت ها هستند، در حالی که در هیچ کجای دنیا رزیدنت حق عمل ندارد ولی اینجا اساتید کار را رها کردند و فشار کار رزیدنت ها زیاد است و باید پاسخگو باشند. در چنین وضعیتی وقتی مریض می میرد رزیدنت با او می میرد. وقاحت را به اینجا رساندند که در سالهای گذشته وزارت بهداشت دستورالعملی داد که به طور مثال دکتری که اسمش در کشیک 24 ساعته بیمارستان سیناست و 4 رزیدنت سال اول و دوم و سوم و چهارم هم وجود دارد، هرچه مریض ببینند و آزمایش بنویسند تعرفهش به جیب پزشکی می رود که در خانهش خوابیده و خبر ندارد چند بیمار آمده و چه اقداماتی انجام شده. آن استاد که باید در کنار رزیدنت ها باشد در بیمارستان خصوصی عمل می کند یا در بیشتر مواقع در خارج از کشور است و فقط اینجا درآمدش کنتور می اندازد. ما قبلا هم مرگ در پرستاری کم نداشتیم ولی امروز این موضوع به پزشکی هم سرایت کرده است. در بحث کرونا هم این قضیه شدت پیدا کرده. بعد اونایشون که امکاناتشون میرسه، ده کمی هستن از این لااقل مثلا 12,000 نفر که امتحان رزیدنتی میدن در سال، میتونن پول و پلهی جور بکنن یا چه میدونم خواهری برادری آشنایی کسی در یک کشور خارجی دارن میتونن جور کنن، اینا مهاجرت میکنن. بیشتر کادر پزشکی ما در مقابل بی‌عدالتی ها مهاجرت میکنن و کشورهای اروپایی و همسایه اطراف ما از مهاجرت کادر پزشکی ما استقبال میکنند.
این وضعیت در وضعیت اپیدمی کرونا بیشتر هم شده. فشار کاری زیاد باعث می شود که پزشکان یا پرستاران روحیه خود را از دست بدهند، از نظر روانی به مشکل می خورند. ما بیشترین آمار مرگ و میر کادر پزشکی را در سطح جهانی داریم. فقط کرونا و شرایط موجود نیست که آمار خودکشی کادر درمان کشور را انقدر بالا برده و به سطح جهانی رسونده. اول شده ایران. قبل از کرونا هم آمار وحشتناک بود. اول نبود ایران، ولی آمار وحشتناک بود. برای مثال سال 94 به گفته محمد رضا فراهانی معاون دانشجوی وزارت بهداشت، آمار خودکشی دانشجویان علوم پزشکی در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش داشته و آمار خودکشی در سال گذشته هم نسبت به سال قبل و سال قبل نسبت به سالهای قبل روند افزایش را نشان می‌دهد. اینو معاون دانشجوی وزارت بهداشت می‌گوید. در خدمت آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستیم، نویسنده و پزشکی که بیش از 40 سال تجربه در مراکز درمان بیماران روانی در ایران، آلمان و آمریکا داشتند، 8 کتاب در زمینه پزشکی و تجربه رو دارن، البته منظورم کار کردن، 8 کتاب در زمینه پزشکی و روانشناسی از ایشون منتشر شده، از جمله مقدمه بر روانشناسی علمی پاولوف گرایی و کتاب تراژدی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ایران، مجموعه 5 جلدی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران منتشر شده، از ایشون بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران است، کتاب نقش جاهلها و لاتها در تاریخ معاصر ایران، کتاب دگراندیشی و کشتار دگراندیشان در ایران و همینطور 10 کتاب در ادبیات داستانی و تازه ترین کتابی که از ایشون منتشر شده تراژدی رنج‌های خلاق، نگاهی به خودکشی هنرمندان است که اولین کتابی است در این زمینه که در تاریخ پژوهش در زمینه خودکشی نخبگان در یک کشور نوشته شده. البته آقای دکتر نقره‌کار فقط به هنرمندان در ایران نپرداختن تو این کتاب، در واقع تا اونجا که شده است در این کتاب 420 صفحه‌ای تقریبا به هنرمندان در تاریخ ادبیات جهان، تاریخ معاصر ادبیات جهان پرداختند که خودکشی کردند. از درخشان‌ترین چهره‌شون شاید از نظر شخص بنده این حق رو بهم بدین بگم ارنست همینگوی بود که و بعد هم در بین ایرانی ها هنرمندان ایرانی، ولی هرچند که این کتاب یک در واقع مجموعه است از زندگی نامه این هنرمندانی که خودکشی کردن در ایران و در خارج از ایران، ولی مقدمه مفصلی داره که اصولا به خودکشی و مسئله روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی میپردازه. آقای دکتر من خیلی حرف زدم، ببخشید. خوش آمدید به امشب صفحه آخر. سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم باهاتون هست. درود بر شما آقای دکتر نقره‌کار. من یک گزارش مختصری دادم از خودکشی ها در کادر درمان در ایران در دوره جمهوری اسلامی، در واقع که از سالها قبل از شیوع کرونا هم اینقدر گسترده بوده است که یه جورای انگار مسئولان مربوطه مثل پدیده پذیرفته شده و مفروض ازش حرف میزنم، وقتی آدم خبرارشون میخونه دنبال میکنه اینها و میزنن همچنان اینجوری حرف میزنن. سوالم اینه، فارغ از اوضاع کرونایی، حالا به موضوع کرونا میپردازیم، فارغ از اوضاع کرونایی، دلیل یا علل افزایش خودکشی در کادر درمان ایران چیه؟ چی میتونه باشه؟ ببینید، خودکشی به طور کلی در میان پزشکان، پرستاران و کادر خدمات درمانی در سطح جهان بالاست میزانش. در ایران خب ما آمارهای دقیقی نداریم، دست گریخته آمارهایی رو دادن، ولی برای نمونه در خود امریکا سالانه 300 تا 400 پزشک بر اثر خودکشی جان خودشون رو از دست میدن، یعنی به طور میانگین
یک پزشک در روز. و خب ریت خودکشی، خودکشی موفق اگر بشه اسمشون رو بذاشت، در میان پزشکان دو برابر میزانی است که در میان مردم عادی دیده میشه. خب یک سری دلایل هم در رابطه با امریکا مطرحه، به طور کلی اصلا در رابطه با پزشکان و کارکنان بخش خدمات درمانی میتونه مطرح باشه. اینکه این شغل یک شغل پر استرس هست، شغلی است توأم با استراب، چه دوره اشاره کردی، چه دوره آموزشش دوره سختی است و پر استرس و پر استراب است، و چه دوره‌ای که به هر حال پزشک مشغول به کار میشه. و خب همین استرس و استراب ناشی از کار و به هر حال مشکلاتی که پزشکان دارن، این میزان خودکشی رو در این گروه اجتماعی بالا برد. یکی دیگر دلایلش در این رابطه میتونه این باشه که پزشکان خودشون مریضای خوبی نیستن. غالب پزشکانی که بر اثر فشار کار و این استرس و استرابی که عرض کردم دوچار مشکلاتی میشن، معمولا مراجعه نمی کنن برای درمان و کار به تدریج به جایی کشیده میشه که خب به سمت خودکشی میره، اون اختلال های استرابی و مشکلات دیگه که تو هم میشه با بیخوابی و خیلی از پیامده های دیگه که برای خودکشی رو، رفتن به سمت خودکشی رو تسلیم کن. در ایران فلواقع بر این مسائلی که من عرض کردم مسائل دیگه هم افسوده میشه، برای اینکه میزان خودکشی در این گروه اجتماعی به ویژه در میان پزشکان بالا بره. علاوه بر اون ویژگی هایی که عرض کردم، مدیریت غلط، نبود امکانات، فضایی که در بیمارستان ها و به طور کلی در عرصه میشه گفت پزشکی، حتی آموزش پزشکی هست، یک فضای امنیتی، یک فضای ایدئولوژیک، و افزون بر مشکلات که الان اشاره کردیم، مشکلاتی که یک طبیب تو امریکا اون رو نداره ولی در ایران داره، مشکلات اقتصادی و مشکلاتی که در رابطه با مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی مطرح میشه، اینها عواملی هستند که میزان مرگ و میر رو تو این گروه اجتماعی، میزان خودکشی و مرگ و میر ناشی از خودکشی رو در این گروه اجتماعی بالا بود. ببینین آقای دکتر، عذر میخوام. بله بفرمایید، بفرمایید. من فکر کردم صحبتتون تموم شد، خواستم سوال بپرسم. خواستم برم در رابطه با کرونا اشاره بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. ببینید، در این میزان خودکشی که من خدمتتون عرض کردم، معمولا در شرایط خاص و شرایط ویژه خب افزایش پیدا میکنه، بیش از اون حدی که به هر حال در شرایط عادی است. مثل همین مسئله شیوع بیماری کرونا، الان کرونا در داخل ایران همونطور که اشاره کردید باعث افزایش میزان خودکشی در میان کادر پزشکی شده، پرستاران، رزیدنت ها، حتی پزشکان. دلیل هم خیلی روشن است. شما بر اون مسائلی که من بهش اشاره کردم، مسئله استراب و استرس ناشی از خود کرونا رو و مسائلی که این بیماری مصری برای کادر درمانی میاره در نظر بگیرید. خود بیمار و مسائل مربوط به بیمار، مدیریت غلط و در واقع تا حدودی میشه گفت مرگ و میر بالا در خود کرونا، در خود بیماری کرونا، خب این میزان استرس و اضطراب بالا میبره، نتیجتا میزان خودکشی رو افزایش خواهد داد. این یک سوی ماجراست. سوی دیگه خود اون پزشک یا رزیدنت یا پرستار است، مسئله نگرانی از ابتلا به اون بیماری. و خب این ابتلا فقط به یک فرد بر نمیگرده، نگرانی ها و اضطراب های ناشی از این که اگر خودش مبتلا بشه در واقع خانواده رو مبتلا میکنه، دیگران رو مبتلا میکنه. خب خود همین نگرانی و اضطراب در کنار اضطراب و استرسی که خود اون کرونا و درمان بیماران کرونایی داره، با اون وضع فاجعه باری که ما در جامعهمون شاهد هستیم، اینها مجموعه میشن که گروه پزشکان و کادر خدمات درمانی رو بیشتر به سوی خودکشی، اقدام به خودکشی
چه موفق و چه ناموفق. آقای دکتر، آماری که حالا درباره آمار بعد صحبت میکنیم، آماری که به هر حال آماری که عرض کردم من در اون گزارش مختصر اول برنامه که خود جمهوری اسلامی میدهد این است که میزان مرگ و میر کادر درمان در ایران الان در رده اول جهانی است. آنچه شما فرمودید بخش اعظمش رو میشود به عنوان دلایل خودکشی کادر درمان در همه جای جهان پذیرفت و تلقی کرد. چه چیزی هست که میزان خودکشی کادر درمان در ایران رو مجزا میکنه؟ از چه دلایلی هست که مجزا میکنه و اینقدر باعث افزایشش شده؟ ببینید، من یه اشاره کردم، فضای اصلا ساختار میدونید اون نظام بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی در جامعه ما مثل بقیه عرصه‌های دیگه الان یک عرصه واقعاً میشه گفت مشکلداری است در همه حوزه هاش. مسئله سوء مدیریت رو اشاره کردم. طبیعی است پزشکی که در یک فضایی کار بکنه که سوء مدیریت باشه، دیگرانی که تو اون زمینه تخصص ندارن دخالت بکنن، امکانات لازم برای درمان بیمار وجود نداشته باشه، شرایط کاری یک شرایط امنیتی و ایدئولوژیک باشه اون چی که ما باهاش مواجه هستیم، و در این حال مشکلات خود کاری، خود اون نحوه آموزش که بهش اشاره کردی، بیش از حدی که واقعیتش توان کادر درمانی هست ازشون کار خواستن، مسئولیت خواستن، و در این حال در کنار اینها عدم تأمین مالی و تو اوضاع خدمات درمانی و اجتماعی هم همینطور برای این کادر. خب خود این مجموعه در داخل ایران الان در وضعیتی است که میشه گفتش که مسئله استراب، استرس و سوق دادن به سمت حتی افسردگی که یکی از عوامل مهم خودکشی هست و سبب میشه در میان کادر پزشکی و کادر خدمات درمانی. آی دکتر اصولاً به ویژه با توجه به اینکه من عرض کردم قبلا که جمعه آینده روز جهانی پیشگیری از خودکشی هم هست، این سوال ازتون میکنم، اصولا چرا همین این دلایل که فرمودین، چرا به هر حال فرد باید بره خودکشی بکنه؟ یعنی اون دلیل روانشناسانه ای که فرد رو به سمت خودکشی سوق میده، من میدونم که پزشک ایرانی در مریخ زندگی نمیکنه، یک کشوری است به اسم ایران با مختصات خاص خودش، یا پزشک آمریکایی کشوری است آمریکا با مختصات خاص خودش، ولی به هر حال میخوام اینو از نظر علمی بفهمیم که چه میشود که، یعنی آیا این حاصل یک جنون آنیست آنطور که بعضیا میگن، یا نه این زمینه هایی داره آرام آرام به سمت پرتگاه خودکشی در واقع فرد رو میبره و از اونجا پرت میشه؟ خودکشی هنوز یک راز سر به مهر واقعیه به طور کلی. اما دو تا رویکرد در مورد اینکه چرا یک فرد خودکشی میکنه وجود داره. یکی رویکرد روانشناسان است که یه اشاراتی من بهش داشتم، و یکی رویکرد جامعه شناسانه. البته رویکردهای بسیاری هست، تئوری‌ها و تفسیرهای بسیاری هست. خب اون بخشی که رویکرد روانشناسانه هست که بهتره گفته بشه روانشناسانه، روانکاوانه و روانپزشکانه، خب عامل این که فرد به سمت خودکشی میره و خودکشی میکنه رو برخی از بیماری‌های روانی میدونن، مثل افسردگی در صدر ایناست، بیماری‌های دو قطبی که معروف به بیماری‌های دو قطبی آشنا هستید باهاش، یکی از بیماری‌هایی است که شایع هست، مسئله اعتیاد، مسئله میشه گفت اختلال‌های استرابی، اینها مجموعه‌هایی هستن که تو این کاتگوری قرار میگیره. و حتی ژن خودکشی میدونید که الان به هر حال مطرح شده و ثابت شده که برای خودکشی هم ژن هست، کسانی هستن که ژن خودکشی رو دارن. یه رویکرد این هست، یعنی دلایلی که باعث خودکشی میشه این عوامل. یه رویکرد هم رویکرد اجتماعیه یا جامعه شناسانه است که میشه گفت همون نابسامانی‌های اقتصادی، نابسامانی‌های اجتماعی، بحران‌های خانوادگی
و نابسامانی‌های فرهنگی، اینها همه میتونه از عواملی باشه که فرد رو به سمت خودکشی سوق میده. ولی بیشترین دلیل رو در واقع الان بیماری‌های روانی به ویژه بیماری افسردگی میدونن که هم علتش مشخص هست، هم نه اینکه بگم درمان داره، قابل کنترل هست و دیده شده که در این افراد میزان خودکشی بالاتره. یعنی دلایل بسیار گسترده است. ما به طور اختصار این دو روی کرده اشاره کرد. حالا امیدوارم فرصت بکنیم که به همه این موضوع پردازیم و از جمله به مسئله پیشگیری. در ایران دو گروه اجتماعی هستن که خودکشی در اونا به طرز بی سابقه و گاه باور نکردنی افزایش پیدا کرده، یکی کودکان و یکی زنان و دختران. اجازه بدین اول به خودکشی کودکان بپردازیم. به خاطر مشکلاتش میدید که مادرش میره خونیا جارو میکنه، خونیا غالی میشوره، خونیا فرش میشوره، خونیا مثلا تمیز میکنه، میاد میدید تا مادرش داره بیرون کمک مردم میکنه تا یه پولی برای جمع کنه که خرج زندگیشو بکشن، تا پول اوبر که پول خرج خونشون مردم بهشون میداره. پدرش شغلش چیه؟ شغلش آزاده میجوری، یکی تازه رعمل خدا رفت است تا دیگه دا، یکیش هم ناکس، یعنی از راز دست پاش فلجه، زبونش هم لاله. محمد 11 سالش بود، درستش خیلی خوب بود، معلمش هم حتی پس پرش جنازه مده بود، مدیرا معلماش نمون بود. بعد تبلت میخواست برای کلاس های آنلاین و شاد و اینا؟ آره آره، اینا میخواست نداشی گوشی داشت، خراب بود، هر رفته تو مرسه، نه فیلم میفرستاده، نه اک براش میفرستاده، نمیتونسته دانلود کنه، نمیتونسته بفرسته، بخاطر مشکلات که خانواره که بخاطر مادرش، بخاطر خونه کرایه، بخاطر بی پولی بهش اینا کرده بود. خودشو با بند آویزون پنجری کرده بود، باشکی بیستایی و نارو بود زیر پاش خودش کشته بود. خانوادش کجا بودن وقتی این اتفاق افتاد؟ مادرش رفته بود نانبایی نون بیاره، باباش هم دوتا بچه گرفته بود تو خونه، وقتی خبر داشت رو اومده بیرون که در بره مادرش باز کنه از نون بیاره می اومده، دیده تا به چش داخل یه اتاق کوچیکی خودش آویزون کرده. محمد 11 ساله، بچه بوشهر، یک از بچه هایی که خودشون رو تو این یکی دو سال گذشته کشتن. آریان حسینی با حلق آویز کردن خود به زندگی کودکانش پایان داد. تنها 12 سال داشت. شامگاه یکشنبه 23 آذر 99 از پدر مادرش خداحافظی کرد و به اتاقش رفت. آخرین دیدار او با والدینش. خانواده آریان حسینی ساکن حاشیه شهر مهاباد هستند، در منطقه پشت تپه در جنوب این شهر، منطقه‌ای با وضعیت نامناسب اقتصادی. پیش از او 4 مهر ماه عسل، دختر 16 ساله در ربات کریم با قرص برنج به زندگی خود پایان داد. پس از آن روز 30 مهر یک دانش آموز 11 ساله در همدان با حلق آویز کردن خود دفتر زندگیش را بست. در ادامه این موج از خودکشی ها اول آبان ماه بار دیگر خبر مرگ دو نوجوان 15 و 16 ساله در نیشابور خبرساز شد. فرماندار نیشابور علت خودکشی را اختلافات خانوادگی اعلام کرد. پرستو جلیلی آذر دانش آموز 13 ساله نام یکی دیگر از قربانیان خودکشی است. دانش آموز 13 ساله مدرسه راهنمایی طلاتپه شهرستان ارومیه به دلیل آنچه فقر و نداشتن گوشی برای شرکت در کلاس های آنلاین عنوان شد، در 28 مهر 99 خودکشی کرد و جان باخت. از اول مهر ماه تا 22 آبان ماه دست کم 6 دانش آموز فقط در شهرستان رام هرمز بر اثر خودکشی جان دادند. به دنبال خودکشی این 6 دانش آموز در رام هرمز، اداره ارشاد به دستور فرماندار انتشار اخبار خودکشی ها را ممنوع کرد. راه حلشون اینه. به فاصله چند روز در تاریخ 9 آذر ساجده 15 ساله که به دلیل اعتیاد و زندانی بودن والدینش در بهزیستی مشهد نگهداری میشد خودکشی کرد و مرد. روز بعد 10 آذر ماه یک دختر 8 ساله در بندرعباس به دلیل مشکلات خانوادگی به کمک یکی از دوستانش با حلق آویز کردن خود به زندگیش پایان داد. 22 آذر جان باختن یک نوجوان 17 ساله
در روستای ابوشانک در آبادان از طریق حلق آویز کردن. همان روز پایین پریدن یک نوجوان 16 ساله از طبقه پنجم در غرب تهران. 25 آذر یک نوجوان 14 ساله در ویدیویی که خبرگزاری ها منتشر کردند در ایران از بالای یک برج در مشهد به پایین پرید و جان داد. آقای دکتر نقره‌کار، ببینید، در من این مقدمه رو اشاره بکنم، در صفحه همین 21 همین کتاب تراژدی رنج های خلاق نوشتید در سرزمینی که از هر 4 کودک و نوجوان یک نفر به خودکشی فکر میکند و احتمال اقدام به خودکشی در میان آنان وجود دارد، خودکشی کودکان پدیده ای بی آمار مانده است. چرا در ایران کودکان به خودکشی فکر میکنند؟ اونم در این ابعاد، و چرا خودکشی میکنند و چرا اینقدر آمارها بالاست؟ در مورد آمارهای خودکشی کودکان، من واقعیتش آمار دقیق و درستی از درست منظورم اینه که حتی دولتیان یه آماری داده باشن من ندیدم. غالبا اگرم هست بسیار متفاوت. تا سال 1394 ما آماری راجع به خودکشی کودکان در ایران نداشتیم. تو اون سال بود در یکی از این سمینارها و یا نشستها مطرح شد که برای نمونه بین سال 1381 تا 82 111 کودک خودکشی کردن که 56 پسر و 55 دختر بودن. از اون به بعد یه مقداری توجه به مسئله آمارگیری در رابطه با خودکشی کودکان بیشتر شد. اما چرا کودکان خودکشی میکنن در ایران؟ ببینید، درست همون عواملی که در مورد بزرگسالان هست در مورد کودکان هم میشه در نظر داشت. برخی از کودکان میتونن مبتلا به برخی از بیماری‌های روانی باشن و به ویژه افسردگی. ولی آنچه که ما الان در ایران شاهد هستیم، همین خودکشی‌هایی که شما بهش اشاره کردید، بیشتر بحران‌های خانوادگی و مشکل اقتصادی عمل کرده. شما هر کدوم از اینا رو دنبال بکنید می‌بینید در درون خانواده دچار مشکلی بودن، از خشونت در داخل خانواده، خشونت خانگی بگیرید تا فقر، تا اعتیاد، تا مجموعه مشکلاتی که در میشه تحت عنوان بحران‌های درون خانواده ازش اسم بود. همون محمد که اشاره کردید، موسوی زاده، شما ببینید که در خانواده‌اش که نگاه بکنید ببینید این بچه در درون چه خانواده‌ای با چه مشکلاتی، مشکلات اقتصادی، مشکلات متنوع دیگه زندگی میکرد. بنابراین یک بخش بحران خانوادگی است و اون مسائل اقتصادی. ولی در جمهوری اسلامی شرایط آموزش منظورم آموزش پرورشه در دبستان ها و چنین مراکزی، نوع آموزش و آنچه که در سطح جامعه میگذره کمک کرده به افزایش میزان خودکشی کودکان. آموزش پادگانی یا تربیت پادگانی چه در خانه و چه در مدارس، آنچه که در مدارس با کودکان در ایران روا می‌دارن، و واقعا وقتی دقت میشه دیده میشه که چقدر میتونه یک کودک رو بهش آسیب بزنه. چه آموزش هایی که برای نمونه ارز کنم، فرض کنید خشونت رو تحت عنوان نمیدونم آموزش های جهادی، شهید شدن، نمونه بسیاره، من وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم. میخوام بگم یک بخش آموزش هست و یک بخش هم آنچه که در سطح جامعه میگذره. شما ببینید، برای نمونه عرض بکنم، کودک به صحنه‌ای برده میشه که یک قاتلی یا یک فردی به دار آویخته میشه. خب ببینید این کودک رابطهش با مرگ و دیدن این صحنه در چه مسیری خواهد رفت. بسیاری دیده شده و گزارش شده، خود دولتیان گزارش دادن که کودکانی که شاهد این صحنه ها به طور واقعی بودن بعدش اقدام به خودکشی کردن. نه فقط اقدام به خودکشی، حتی گزارش شده که ابزار بازی این کودکان حلق‌آویز کردن عروسکاشون بوده، کودکان کم سن و سال. بنابراین میخوام بگم این، البته واقعا این موضوع بسیار گسترده‌ای است، میشه خیلی
وسیع در موردش صحبت کرد. میخوام بگم جدا از بحران‌های عاطفی، اقتصادی و اون چیزهایی که من اشاره کردم، بحران‌های خانوادگی، جمهوری اسلامی با نوع آموزش و نوع برخوردی که در سطح جامعه ما شاهد هستیم داره، جز خشونت و خشونت منجر به خودکشی و فی الواقع نوعی آموزش خودکشی، کار دیگه‌ای برای کودکان نکرده. بخشی از این خودکشی ها رو میباید از این زاویه هم نگاه کرد. اجازه بدین باز برمیگردیم به این موضوع. من در همین جا اجازه بفرمایید که به خودکشی زنان هم بپردازم، چون باز به همین مسئله خشونت در جامعه مربوط می شود. محی‌الدین سعیدی نماینده مجلس در جلسه طرح سوال از وزیر نیرو در یکم آبان 99، ببینید چه میگوید. شما ندای تشنگی اون مردم رو بشنوید آقای دکتر زاهدانی، به والله اونجا مردم تشنن. به خداوندی خدا قسم، بانوی عفیفه، بیوه زنی عفیفه، من خدمت آقای دکترم گفتم که شرافت انسانی ایشون از من و آقای اردکانیان و رئیس جمهور خیلی بالاتر بود، حاضر به همخوابگی با یک مردی میشه جهت تامین آب فرزندانش، بعدا خودکشی میکنه. این درد آدم به کی بگه؟ به کجا بگه؟ این خودکشی بیان استیصال و نفرت از این جهانه، تا حدی که مادر بچه‌شو که به خاطر سیر کردن شکمش، حالا برای اینکه آب بخره براش، میره تن فروشی میکنه و بعد حاضره همین بچه رو که به خاطرش تن فروشی کرده رها کنه، خودشو میکشه، تنها بذاره این بچه رو. یا خودکشی در اثر خشونت‌های خانوادگی، اگر خودکشی مادری رو که اون نماینده مجلس ازش حرف زد نتیجه خشونت جامعه مرد سالار بدونیم، در واقع وقتی به دستبندی خشونت در ایران از دید سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاه میکنیم، میبینیم که موارد نوشته شده در این که دارین میبینین دیگه، این موارد رو منم اشاره کوتاهی میکنم اگه البته بتونم پیداش کنم اینجا. بله، میبینین که این موارد، دقت بفرمایید، اینا خودشون میتونن دلیلی باشن برای خودکشی زنان در جامعه، یعنی در واقع اونم در جامعه ایران. بحث درباره خشونت در جامعه ایران است، خشونت مبتنی بر جنسیت، یعنی خشونت علیه زنان و دختران. خشونت خانگی، خشونت اقتصادی، خشونت روانی، خشونت احساسی، خشونت جسمی. خشونت احساسی منظورم مثلا دقیقا از روی ارزیابی و جنبندی سازمان ملل متحد درباره خشونت در ایران میخونم براتون. مثلا آسیب رسانی به رابطه میان شریک زندگی با فرزندان و یا منع ملاقات شریک زندگی با دوستان و اعضای خانواده. اینکه جلوی اینو میگیرن با فلانی حتما نری، اونم عاشقشه، دوستش داره دیگه، و یکی از عوامل به راحتی در جامعه افسرده میتونه باشه. خشونت جسمی که روشن، زنکشی، قتل‌های ناموسی و اصولا فرهنگ تجاوز. این مسئله ریشه در مردسالاری دارد و نابرابری های مداوم جنسیتی و سمتگیری ها در مورد جنسیت و گرایش جنسی به آن دامن میزند. کودک همسری که به اندازه کافی دربارش صحبت شده، بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ازدواج فقط با آزادی انتخاب و رضایت کامل طرفین انجام می شود، که چقدر در ایران انجام می شود. و دیگه این اواخر خشونت های آنلاین و اذیت و آزار مجازی و این چیزا که حالا
آقای دکتر نقل کار، آیا اصولا خشونت را می شود یکی از دلایل اصلی خودکشی کسی که مورد خشونت قرار می گیرد بدانیم؟ منظورم اینه که به این دلیل اینو میگم که با رفع خشونت از زنان، برای مثال این همه مبارزه‌ای که زنان ایران در طول این 42 سال گذشته کردن برای رفع خشونت علیه زنان، فرض بفرمایید که ما در یک جهانی که خیالی هم نیست و امیدوارم بهش برسیم، این رفع خشونت علیه زنان محقق بشود، آیا یکی از دلایل اصلی خودکشی در بین زنان از بین میره؟ به نظر من بله، برای اینکه همونطور که اشاره کردی، خشونت نقش بسیار زیادی در بروز خودکشی داره و دست دادن به خودکشی داره. خشونت بالواقع چه زبانی، میدونید که به عنوان یک پدیده چند وجهی، چه زبانی، چه روانی، چه فیزیکی، در واقع شخص مورد خشونت رو تحقیر میکنه. شخص مورد خشونت رو در یک موقعیتی قرار میده که اگر نتواند در قبال اون خشونت واکنش مناسب نشون بده، در واقع در این مسیر خود تخریبی پیش میاد. این یک رابطه ایست در واقع بین مسئله خشونت و مسئله خودکشی. خب یعنی یا انتقام باید بگیره از کسی که خشونت علیهش اعمال کرده، یا باید از خودش انتقام بگیره؟ در واقع یا باید در قبال اون خشونت بتونه واکنش نشون بده، بتونه احقاق حق بکنه به هر شکلی که هست، یا اینکه در واقع خودش رو میره سراغ خود تخریبی و خودش رو در حذف میکنه از اون رابطه بین خشونت، و اگر نتونه در واقع راهی پیدا بکنه و در واقع در این مسیر خواهد رفت. نمونهش هم مثال زدی در مورد خشونت، در مورد خشونت زنان. ما در رابطه خشونتی که به زنان روا داشته میشه، در واقع ما این واکنش رو میبینیم، و نوع خشونت هم، نوع خودکشی، معذرت میخوام، نوع خودکشی زنان هم که بیشتر جنبه اعتراضی داره اگر دقت بکنید، چون خودسوزی الان شایع ترین شکل و روش خودکشی زنانه، و در دل خودش این شکل از خودکشی میدونید یک نوع اعتراض هست، یک نوع فریاد هست، و این رو فی الواقع همون حالتی است که من بهش اشاره کردم، در مقابل خشونتی که به این تحمیل شده، در واقع میخواد در این اعتراض اون ناتوانی خودشم در برابر ایستادن این خشونت نشون بده، و رابطه بسیار مستقیمی دارن. ما نه فقط به این زمین ها اشاره کردید شما، خشونت توی حوزه های دیگه که بشه به تجاوز هم به زنان و دختران مطرح میشن، ما این حالت رو میتونیم ببینیم. ببینید، به خودکشی های اعتراضی در واقع اشاره فرمودین، که نمیدونم میشود دستبندی کرد اینجوری یا نه، که در واقع اعتراض به وضع موجود بوده به هر شکلی، نه استیصال از وضع موجود، بیشتر اعتراض به وضع موجوده. یعنی با خودکشی سعی کرده کسی که خودکشی کرده بقیه رو متوجه فاجعه‌ای بکنه. من چند تا مثال میزنم بعد برمیگردیم خدمت آقای دکتر. دوم شهریور 1400، نیروهای اطلاعات سپاه در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه سه دختر نوجوان را به نامهای تارا احمدی 16 ساله، سونیا کریمی 14 ساله و پریا فتحی 14 ساله را به اتهام هواداری از یکی از احزاب مخالف کرد بازداشت کردند. دخترها رو میبرن چند ساعت، 5-6 ساعت بازجویی میکنن که معلوم نیست چی بر سرشون آمده، اینا آزادشون میکنن. اما تارا احمدی همان روز آزادی و پس از برگشتن به منزل از طریق حلق‌آویز کردن مبادرت به خودکشی کرد، که قبل از اینکه البته خوشبختانه نفسش قطع بشه، خانواده‌اش میفهمن، او رو به بیمارستان میرسونن و در بخش ICU بیمارستان حضرت رسولشون در جوان رود بستریش میکنن، که عرض کردم خوشبختانه جلوی از دست رفتنش گرفته میشه. این خودکشی آیا از استیصال یا از اعتراض، یا یک اعتراض در واقع، اعتراض به بازداشت؟ قبلا هم خودکشی هایی دیدیم
من اجازه بدید اشاره بکنم که همه رو یک جا از آقای دکتر نقره‌کار بپرسم که همینطور که اشاره کردن در متاسفانه در خشن‌ترین حالت هم بوده، یعنی آتش زدن خودسوزی بوده، خودسوزی نیوشا فرحی مدیر خانه کتاب لس آنجلس و فرزند زندیات فرهنگ فرحی روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز رادیو تلویزیون. در 29 شهریور 66 این اتفاق افتاد در اعتراض به حضور علی خامنه‌ای که اون موقع رئیس جمهور بود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابل سازمان ملل در نیویورک. نیوشا فرحی خودش آتیش زد و جان داد. یا همین اواخر که همه یادشونه، سحر خدایاری معروف شد به دختر آبی، 29 ساله، لیسانس کامپیوتر و مترجمی زبان انگلیسی داشت، طرفدار فوتبال بود و تیم استقلال. اسفند 97 میخواد بره بازی استقلال و العین رو ببینه، دم استادیوم آزادی بازداشت میشه، چند روز زندانه، بعد آخر هفته است آزادش نمیکنن، وثیقه 50 میلیون تومانی به هر حال میبرن و آزاد میشه تا دادگاهش که مثلا میخوان محاکمش بکنن. 6 ماه بعد قرار بوده برگزار بشه، بعد در شهریور ماه همون 6 ماه قبل درست در آستانه دادگاه بهش میگن که احتمال داره که 6 ماه بره زندان. میاد بیرون جلو ساختمان دادگاه انقلاب تهران، خودش آتیش میزنه و از شدت سوختگی جان داد. آقای دکتر نقره‌کار عزیز، این مواردی که عرض کردم حتی اگر خودکشی اعتراضی هم بهش بگیم، یعنی برای جلب توجه مردم به اوضاع کشنده کشور، آیا به هر حال از سر استیصال و ناامیدی مطلق و افسردگی نیست این خودکشی ها؟ ببینید، متعاقب همین خودکشی نیوشا فرحی یا بعد از خودکشی خانم هما دارایی در ایران و خودسوزی که خب باستاب گسترده ای داشت و نمونه های بسیاری ما از اون در واقع خودسوزی ها و خودکشی ها داشتیم، این بحث مطرح شده بود که آیا دست زدن به این کار زمین در واقع نشانگر اون یأس و ناامیدی و به نوعی همون اختلال هایی که بهش عرض کردم هست، یا در این حال اگرچه آنها هم باشه ولی به نوعی در واقع اعتراض فرد به ناملایمتی ها و آنچه که در اطرافش میگذره هست. به هر حال این میتونه هر دو مطرح باشه، ولی واقعیتش اینه که اینها بیشتر اون جنبه اعتراضی رو داره، میشه گفت نه از روی استیصال بلکه تا حدودی جنبه مقاومتی سیاسی، چون تو تقسیم بندی خودکشی های سیاسی و حتی مقاومتی را مطرح میکنن که اینها میتونه از، یعنی کسی که دست به این اقدام میزنه بیش از هر چیز دنبال تأثیر بیرونی این از نظر اجتماعی و سیاسی. یعنی میخوام بگم که این بحث مطرح بود و هست. در مورد لااقل خانم دارابی این مطرح بود که خیلی ها میگفتن زمینه های روانی داشته، خیلی ها میگفتن زمینه های اعتراضی داشته به رفتاری که با ایشون در رابطه با حجاب شده. اتا خودکشی اعتراضی یک واقعیتی است که نه فقط در جامعه ما، در سطح جهان به عنوان اعتراض در مقابل ناملایمتی ها وجود داشته و وجود داره. شما تارا رو مثال زدید، حتما به یاد دارید خانم دکتر زهرای بنی یعقوب، اگر اشتباه نکنم اسمشونو، درست همین شرایط تارا رو داشتن، دستگیر میشن و بعد از دستگیری اقدام به خودکشی میکنن. خب این یه مقداری البته ناروشنه که آیا در هنگام دستگیری، چون یک سری فشارها، اعمال خشونتها، تجاوز و یک سری از این مسائل زمینه ساز میشه به دلایل گوناگون برای خودکشی، آیا اون عوامل باعث خودکشی بوده یا همونطور که عرض کردم مسئله اعتراض به رفتاری که باهاش شده، ناملایمتی هایی که شاهد بوده. بنابراین من فکر میکنم همه این جوانه رو باید در خودکشی های اعتراضی در نظر داشت، ولی الان خودکشی اعتراضی حتی زنان در جامعه ما که من بهش اشاره کردم که بیشتر جنبه حقوقی و جنبه فردی داره، تا
خودکشی نیوشا فرهی که جنبه سیاسی و اجتماعی داشته نوعی از خودکشی است که الان به هر حال جای خوشحالی نیست آدم اینو بگه، ولی شایع شده و برخی از اینا تأثیرات اجتماعی و سیاسی خودش رو هم داشته. آقای دکتر عزیز می‌فرمایید من یه اشاره بکنم به زهرا بنی یعقوب که در سال 1386 در 20 مهر ماه، اول بگم که ایشون کی بودند، پزشک و نفر ششم کنکور سراسری، ایشون در 20 مهر ماه 86 در این صحبت با نامزدشان در یکی از پارک های همدان توسط بسیج بازداشت میشن، به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان فرستاده میشن. بعد از 48 ساعت خانوادهش که برای آگاهی از وضعیتش به نیروی انتظامی همدان مراجعه کرده بودن با خبر درگذشت او روبرو شدن. بر طبق گزارش های رسمی خانم زهرا بنی یعقوب در زندان در شب بازداشت خودکشی کرده است. خانواده او و برخی از رسانه ها قتل توسط ضرب و شتم در بازداشت را عامل مرگ او دانستند. ولی درباره اون خانم هما دارابی که شما فرمودید آقای دکتر، درباره هما دارابی شکی نیست که ایشون هم متخصص پزشکی کودکان و روانپزشک بودند. در اعتراض به حجاب اجباری در میدان تجریش تهران در دوم اسفند 1372 خودسوزی کردن و درگذشتن که همونطور که آقای دکتر نقل‌کن فرمودن سر و صدای زیادی کرد. آقای دکتر چند تا سوال هست، من تو این 7-8 دقیقه آخر برنامه میخوام ازتون بپرسم. یکی این که تفکیک سنی در کسایی که اقدام به خودکشی میکنن در ایران چگونه است و چرا؟ ببینید به طور کلی آنچه که اعلام شده بین سن 15 تا 40 سال در واقع میشه گفت که در ایران ریت خودکشی بالاست. البته در زنان بین 18 تا 30 سال مطرح میکنن، ولی به هر حال هیچ کدوم از اینا نمیتونه به دقت ریاضی باشه، ولی سنی که مطرح میشه ایناست. در جامعه ما خودکشی بین جوانان شایع است و یکی از دلایلش همون رویکرد جامعه شناسانه که من عرض کردم باید بهش توجه کرد. در جامعه شبیه جامعه ما که یک جامعه سالم نیست به طور کلی با تعریفی که از سلامت یک جامعه میشه داد، طبیعی است که جوانان با توجه به اینکه چشم اندازی برای آینده خودشون ندارن، مسئله بیکاری، مسئله فقر، مسئله اختناق، مسئله یعنی به طور کلی از هر زاویه نگاه میکنید میبینید که جوانان میهن ما در چه شرایط سختی قرار دارن. با توجه به این نکاتی که من عرض کردم، الان میزان خودکشی جوانان در کنار افزایش میزان خودکشی زنان، چون میزان خودکشی زنان الان در ایران خیلی افزایش پیدا کرده، جوانان بیشتر در ایران اقدام خودکشی میکنن و بیشتر هم به این دلایلی که من عرض کردم، به دلایل مشکلات میشه گفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که وجود داره. آقای دکتر همینو اگه ببریم به خودکشی زنان اشاره فرمودی، تفکیک جنسیتی در کسانی که اقدام به خودکشی میکنند با وجود اینکه شرایط زندگی برای زنان و دختران در ایران بسیار سخت‌تر از شرایط زندگی برای مردان و پسران است، فارغ از بحثایی که درباره نمیدونم نانآور خانه و این چیزا میشود که از طرف جامعه پدر سالار که حتما مرد باید نانآور باشه و برای همین دستش که تنگ میشه استراب و استرس میگیره، ولی نمونه مادری که خودکشی کرد در سخن اون نماینده مجلس در پرسش از وزیر نیرو شنیدیم، به هر حال برای نمونه حالا محض یادآوری عرض کردم. ولی یک سوال اینجا مطرحه، با توجه به اینکه فشار و ستم بر زنان مضاعف نسبت به مردان، در این هیچ کس هیچ تردیدی نداره، هیچ کس خب میدونید که غیر از آخونده، چرا میزان خودکشی ولی در بین مردا بیشتر از زناست؟ ببینید این رو نمیشه به لحاظ آماری خیلی روشن الان مطرح کرد. من منظورم آمارای رسمی است که در ایران
منتشر هم در از سال 94 به ویژه که شما فرمودین، به این طرف آماراشون خیلی متعدده درباره وضعیت خودکشی در ایران. همه جا آمار مردان، میزان مردان بالاتر نسبت به میزان زنان. نمیدونم آیا میشه اینو فقط ربط داد به وضعیت اقتصادی؟ نه، ببینید، میزان مرگ و میر در خودکشی مردان بیش از میزان مرگ و میر یا خودکشی‌های موفق در زنان است. زنان به احتمال زیاد اقدام به خودکشی بیشتری دارند، ولی مرگ در خودکشی مردان بیشتره. یکی از دلایلش هم اینه که مردان از روش‌های خیلی خشن برای خودکشی استفاده می‌کنند، مثل حلقه آویز کردن، مثل استفاده از اسلحه، مثل سقوط از بلندی. ولی زنان تا قبل از این اواخر خودسوزی در واقع روش شایع شده، زنان به خاطر استفاده از به هر حال مواد مسموم کننده، داروهای خواب‌آور و یک سری از این نوع میشه گفت موادی که میشه باهاشون خودکشی کرد، اقدام به خودکشی هاشون معمولا منجر به مرگ نمیشه، غیر از خودسوزی ها و پرتاب از بلندی و اینها که نمونه هاشو دیدیم دیگه. یعنی بله، ولی خود همه این شاید این حالت پیش میاره که در واقع میزان خودکشی در مردان بیشتره، مرگ و کاهش میده، ولی ممکنه که آمار اقدام به خودکشی زنان بیشتر باشه. بله همینطور، حتی میزان مرگ به همون دلیلی که من گفتم در اقدام خودکشی مردان بیشتر است. آقای دکتر، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. خودکشی های قابل پیشگیریه؟ یعنی میشود کاری کرد که کارهایی کرد که آمار خودکشی در همین ایران امروز با همین بختک موجود بیاد پایین و مسیر کاهش پیدا کنه؟ آیا میتونه، همین حکومت میتونه کاری بکنه یا مردم میتونن؟ کاملا خودکشی قابل پیشگیریه. گفته میشه بیش از 90% کسانی که خودکشی کردن وقتی خودکشی موفقی نداشتن، زنده ماندن خوشبختانه، از اینکه خودکشی کردن پشیمان بودن و از اینکه زنده هستن شاد بودن. خود این نشون میده که این چه اهمیتی پیدا میکنه که آدم به این نکته توجه داشته باشه. خودکشی قابل پیشگیری است. توی عرصه که من اون رویکرد بیماری های روانی رو مطرح کردم، که تو اون عرصه اولا این نکته رو بگم، علل خودکشی روشن هست. برداشتن عواملی که باعث خودکشی میشه خودش در واقع نقش پیشگیرنده داره. تو حوزه های رویکردهای اجتماعی شما ببینید وقتی بیکاری، فقر، نابسامانی های اقتصادی کاهش پیدا میکنه یا از بین میره در مقاطعی، خودکشی کاهش پیدا میکنه. در رابطه با بیماری روانی، بیماران روانی، اون سیستم های حمایت درمانی و اجتماعی که دولت و نهادهای بهداشتی درمانی میتونن نقش داشته باشن، اونجا هم میتونن نقش پیشگیرنده بازی بکنن. مسئله آموزش بسیار مهمه. کسی که میخواد اقدام به خودکشی بکنه، وسوسه و فکر خودکشی رو داره، نشانه های هشدار دهنده از خودش بروز میده. اگر آموزش داده بشه که نشانه های هشدار دهنده خودکشی چیست، به راحتی میتوان از وقوع خودکشی پیشگیری کرد. بسیار سپاسگزارم. بسیار. آقای دکتر نقره‌کار عزیز، ممنونم ازتون. منم از شما تشکر.